شکل ظاهری پیتبول نشان دهنده قدرت، استقامت و هیبت آنها است. شکل سر آنها شبیه به آجر بزرگ است و به شکل گوه می باشد، به ویژه گونه هایی که فک های بسیار قدرتمند دارند. با توجه به اندازه متوسطشان، آنها بسیار قدرتمند هستند. سر آنها گونه ای شکل بزرگ است، اما نسبت به بقیه بدن کوچک است. چین و چروک های کوچک در پیشانیش وجود دارد. چشم آنها ممکن است هر رنگی به جز رنگ آبی داشته باشد. گوش ها افتاده هستند و می توانند به شکل گل رز یا شبیه نیمه خاردار باشند. همچنین آنها دم کوتاه نیز دارند. در ضمن گردن آنها عضلانی است و آنها برای اندازه خود بسیار قوی هستند و بسیار سگ های سبک، ورزشی و سریعی هستن که همچنین به خوبی پرش میکنن. موهای آنها ضخیم، کوتاه و براق است. آنها ممکن است در هر رنگی وجود داشته باشن و هم به صورت یک دست و هم به صورت لکه های رنگی روی پوست. پیتبول ها نیاز به آراستگی زیادی ندارن. آنها فقط نیاز به حمام گاه به گاه دارن و هر هفته باید دندانهایشان را مسواک زد. پوست و موی او گاه به گاه با پارچه مرطوب پاک شود. این کار کمک می‌کند که پوست او براق و سالم بماند. نظافت گوش‌ها باید به طور منظم بررسی شود برای جلوگیری از تجمع موم، تحریک یا عفونت احتمالی. دندان‌ها باید به صورت هفتگی به منظور جلوگیری از ایجاد دندان‌های تارتار، ارتقای سلامت لثه و جلوگیری از تنفس بدبو مسواک زده شود. پیتبول نام نژادی از سگ است. بیشتر این نژادها در اصل سگ‌های مبارزه هستند که در اثر جفت‌گیری ضرب‌دری میان تریر و سگ‌های بولداگ به وجود آمده‌اند. پس از ممنوع شدن استفاده از سگ در ورزش‌های خونین، از این سگ‌ها به عنوان سگ نگهبان برای دام‌ها و سگ شکاری استفاده شد و آنها مانند عضوی از خانواده شدند. با اینکه نبرد خونین سگ‌ها در آمریکا ممنوع شده است، اما همچنان به صورت زیرزمینی ادامه دارد و پیتبول‌ها بهترین گزینه برای این کارند. پیتبول‌ها از جفت‌گیری میان بولداگ و تریر به دست آمدند. سگی که از این جفت‌گیری به دست آمد، شهامت، چابکی تریر و نیرومندی بولداگ را داشت. تلفیق اولیه دو نژاد بولداگ و انگلیش تریر در قرن 19 هم بول انتریر نام گرفت که بعدها نژادهای بول تریر و استافورد شایر بول تریر نیز از این میکس کردن به وجود آمدند. پیتبول که در ابتدا به عنوان تومه برای گاوهای مسابقه پرورش داده میشدند، به سرعت به یک سگ تمام عیار در مزارع و بعد از آن به یک سگ همراه و خانگی تبدیل شدند. آنها قوی، مستحکم، شاداب و شجاع هستند و شخصیت آنها باعث می شود آنها در ورزش‌های مختلف موفق باشند. نژاد پیتبول از طریق عبور از سگ‌های بول و تریر برای اهداف پرورشی به وجود آمدند و بومی شدند. بعدها از آنها برای ورزش‌های خشن و دعوا استفاده شد. بنابراین آنها را به عنوان سگ‌های جنگنده از نظر سرعت و چابکی پرورش دادند. پیتبول یک سگ بسیار حساس است که می‌تواند به راحتی صدمه ببیند. در سال‌های 1800 بولداگ قدیمی انگلیسی به عنوان پیتبول امروزی شناخته شده بود. دلیل اینکه این سگ خشن شده باشد ماهیت نژادی آن نیست، بلکه به دلیل صاحبان جنایتکار آن است که این سگ‌ها را به سگ‌های تهاجمی تبدیل می‌کنند. زیرا گاو نر مسابقات بسیار قوی است و هیچ سگ دیگری جز پیتبول نمی‌تواند با آنها در این مسابقه تقابل داشته باشد. اما در این حال اگر صاحبان آنها فرد آرام، قاطع و مهربان باشد، همواره به یک سگ بسیار دوست داشتنی و سرگرم کننده در تعاملات انسانی طبقه بندی می‌شود. اگر صاحبان آنها شرایط بسیار سخت زندگی خود را به آنها بدهند، این سگ‌ها مطمئناً رفتارهای غیر اجتماعی و غیر انسانی از خود نشان می‌دهند.
یکی یا دو پیتبول برای آزار و اذیت یک گاو به مدت چند ساعت به جان هم انداخته می شدن تا زمانی که حیوان از خستگی، صدمات وارد شده و ضعف دیگر نتواند از خودش دفاع کند و از بین برود. این مسابقات برای سرگرمی کلاس های مبارزه برگزار می شدن. پیتبول ترییر توانایی زیادی در مبارزه، جنگیدن و پاره کردن گلوی سگ‌های دیگر داشته و از این رو لقب این سگ جنگجوی شکست ناپذیر به او دادند. همچنین لقب سگ آدمخوار نیز به پیتبول‌ها نسبت داده شده است، زیرا آنها در برخورد با غریبه‌ها واکنش تندی نشان می‌دهند. در سال 1835 پارلمان بریتانیا قانون مجازات حیوانات 1835 را تصویب کرد که شامل ممنوعیت استفاده از برخی از حیوانات برای طعمه‌های حیوانی مانند گاو و خرس بود. هنگامی که استفاده از پیتبول‌ها ممنوع شد، مردم توجه خود را از او به عنوان یک سگ مبارز برداشتند. کمی قبل از جنگ داخلی بریتانیا، مهاجران از جزایر بریتانیا به ایالات متحده آمدند و همراه خود پیتبول‌ها را نیز وارد کشور کردند. در طی این زمان نژاد پیتبول ترییر به عنوان پیتبول ترییر آمریکایی نامگذاری شد. اگرچه این سگ‌ها به طور خاص برای مبارزه پرورش یافته بودند، اما آنها به زودی در یک کشور بزرگ در حال توسعه دچار تغییرات کاربری شدند و این مسئله بسیار ارزشمند بود. در اوایل در آمریکا آنها مسئول گاوهای دامداری، گوسفندان، نگهداری از خانواده در برابر دزدان و حیوانات وحشی، کمک به شکار و جادوگران بودند. پیتبول‌ها و نیازشان به فعالیت روزانه. این سگ بسیار پر انرژی و خستگی ناپذیر است. بسیار مهم است که آن را به طور روزانه ورزش دهید تا از بیقراری و شیطنت‌های بیش از حد او بکاهید. اگر خودتان اهل فعالیت بدنی زیاد نیستید، این سگ به شما توصیه نمی شود. روزانه باید این سگ را به پیاده روی های طولانی و سری ببرید و کارهای نظیر دویدن و ورزش های سنگین را برای او طراحی کنید. نیاز به رسیدگی های بهداشتی. سگ های پیتبول در معرض دیسپلازی هیپ، دیابت، عفونت و آلرژی و چاقی هستند. پیتبول ها بسیار هوشمند هستند و راحت تعلیم و آموزش می‌بینند. پیتبول ها می توانند نگهبان خوبی شوند و عمر آنها بین 12 تا 15 سال است.